بیانیه 36 تشکل و شخصیت سیاسی اقلیم کردستان عراق. فراخوان به بازگرداندن سریع مجاهدین از لیبرتی به اشرف و باز تایید موقعیت پناهندگی تمامی آنها از سوی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد. به دنبال فعالیت‌های کمپین برای دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی در عراق، شماری از سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی کردستان عراق در یک اقدام انسان دوستانه همصدا شدند و طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه موشکی به لیبرتی، خواستار انتقال سریع مجاهدین به اشرف شدند و سازمان ملل و طرفای زیربط خواستند تا فوراً تسهیلات لازم را برای این انتقال فراهم سازند. دو شخصیت برجسته کردستان عراق، طارق کاریزی و شاهو گوران، سخنگویان کارزار دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی در عراق، بیانیه 36 تشکل و شخصیت کرد عراقی را به اطلاع عموم رساندند. متن بیانیه تشکل‌ها و شخصیت‌های اقلیم کردستان عراق. کمپین انسانی برای تأمین امنیت و حفاظت از پناهندگان ایرانی در عراق. اکنون بیش از یک سال است که ساکنان کمپ اشرف به بهانه انتقالشان به کشورهای ثالث به کمپ لیبرتی منتقل شده اند. طبق وعده‌های داده شده از طرف سازمان ملل و طرفهای زیربط، قرار بود لیبرتی مکانی موقت و حفاظت شده و برخوردار از استانداردهای انسانی و بین المللی برای این پناهندگان باشد. با ارائه چنین تعهدات و تضمین‌هایی بود که یک جابجایی اجباری به ساکنان اشرف تحمیل شد و آنها از خانه و مأوای 27 ساله خود در استان دیالی به زندانی تحت نام لیبرتی منتقل شدند. اما بعد از گذشت یک سال و پس از افشای اسناد غیرقابل انکار، مشخص شده که این پناهندگان فریب داده شده اند. لیبرتی مکانی موقت و حفاظت شده نبوده و از استانداردهای انسانی و بین المللی نیز برخوردار نبوده و نیست. حتی وکلای ساکنان نیز از دیدار با موکلین خود محروم نگه داشته شده اند. حمله روز 9 فوریه 2013 به کمپ لیبرتی که بر اثر آن 7 تن از این پناهندگان کشته و حدود 100 نفر نیز مجروح شدند، نشان داد که لیبرتی حتی تبدیل به یک قتلگاه برای این پناهندگان شده است. تهدیدات نیروهای تروریستی وابسته به رژیم ایران برای حمله مجدد به این کمپ همچنان ادامه دارد و این پناهندگان در معرض کشتار قرار دارند. بنابراین با توجه به اینکه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ساکنان هر دو کمپ اشرف و لیبرتی را به عنوان افراد حفاظت شده تحت قانون بین المللی اعلام و نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده و در پنجمین بیانیه خود در اول مارس 2013 نیز دولت عراق را مسئول امنیت و سلامت آنان دانسته است و با توجه به اینکه عدد ساکنان منتقل شده در طول یک سال تک رقمی است، پروژه لیبرتی کمپ موقت ترانزیت عملاً شکست خورده محسوب می شود. لذا ما امضا کنندگان بیانیه حاضر اعلام می داریم که اولاً ساکنان لیبرتی فوراً به مأوای چندین ساله خود در استان دیالی، کمپ اشرف که درجه امنیت ساکنان در آن به مراتب بیشتر از لیبرتی است، برگردانده شوند و انتقال آنها به کشورهای دیگر از اشرف انجام شود. ثانیاً کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل موقعیت پناهندگی برای جمیع ساکنان را باز تایید و سلامت و امنیت آنان را تضمین کند. امضا کنندگان: فدراسیون سازمان‌های غیر دولتی کردستان، انستیتوی حقوق بشر کردستان، اتحادیه پارلمانترهای اقلیم کردستان، سندیکای روزنامه نگاران کردستان، سندیکای وکلای کردستان، فدراسیون سازمان‌های جهانی، فدراسیون سراسری پناهندگان عراقی، سازمان فعالیت مدنی، مؤسسه سارا، انجمن روشنفکران کردستان،
جمعیت نویسندگان کرد، انجمن جوانان کردستان، انجمن دفاع از پناهندگان، انجمن سوگند بغرات، جمعیت دوستی بین خلقهای آزاد، جمعیت زنان آزاد کردستان، انجمن پزشکان و دانشگاهیان برای دفاع از حقوق بشر، کمیته دوستی اقلیم کردستان و مردم ایران، کمیته کردی دفاع از اشرف، جنبش حامیان تغییر. نریمان عبدالله پارلمانتر، آشتی عزیز پارلمانتر، عبدالرحمن حسین پارلمانتر، سمیره گوران پارلمانتر، پیمان عبدالکریم پارلمانتر، تارا تحسین پارلمانتر، نسرین بهجت عضو شورای استان دیالی، رفیق صابر پارلمانتر سابق، بخاری عبدالله پارلمانتر سابق، فرزند احمد پارلمانتر سابق، ریکار احمد روزنامه‌نگار، لطیف فاتح فرج نویسنده، کاویز ملا پرویز روزنامه‌نگار، عبدالله معاون سابق سازمان زندانیان سیاسی عراق، محمد چاوشین روزنامه‌نگار، آمانج عبدالله فعال